ایران همچنان سعی در تغییر فرهنگ فرزندآوری در این کشور دارد فرهنگی که تا چندی پیش توسط حکومت تبلیغ می شد حکومت ایران سیاست هایی را با هدف ازدیاد جمعیت در پیش گرفته و سعی دارد جمعیت این کشور را از پیر شدن نجات دهد اما به نظر می رسد گامی که این کشور برداشته ضعیف است و نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت علی اکبری گزارش می دهد ایران با بحران کمبود فرزندآوری مواجه است. این بحران روز به روز به سمت پرتگاهی خطرناک پیش می رود. پرتگاهی که مقام های ارشد ایران تا کنون بارها و بارها در سخنرانی های مختلف به آن اشاره کردند و خواستار اتخاذ اقدام های برای افزایش فرزندآوری شدند. در همین راستا نمایندگان مجلس شورای ایران بانک مرکزی این کشور را مکلف به اعطای وام 20 ساله 70 میلیون تومانی به خانوارهای فاقد مسکن که در سالهای 1399 و 1400 صاحب فرزند سوم میشوند کردند نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400 با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی با الحاق یک بند درآمدی به ماده واحد این لایه با بیش از دو سوم رأی نمایندگان موافقت کردند بر اساس این بند الحاقی در اجرای بندهایی از ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه موضوع پشتیبانی از فرزندآوری بانک مرکزی مکلف است مبلغ هزار میلیارد تومان با اولویت مناطق محروم از طریق بانک های عامل و از محل سپرده های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیه مسکن به میزان 70 میلیون تومان با باز پرداخت حد اکثر 20 ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سالهای 1399 و 1400 شده و یا میشوند اقدام نماید به گفته کارشناسان این تصمیم هرچند شاید تا حدودی بتواند به برخی از خانواده ها در مناطق محروم برای خرید خانه های کوچک کمک نماید اما نمیتواند پاسخگوی مشکلات جمعیتی باشد آنها بر این باورند که حکومت ایران از طرحهای به اجرا درآمده برای پایین آوردن سن ازدواج و حتی ترویج فرهنگ ازدواج با طرحهای تشویقی این چنینی حالا سعی در ایجاد فرهنگ فرزندآوری دارند اما همانطور که طرحهای سابق نتیجه مثبتی نداد این طرح نیز به بنبست خواهد رسید زیرا یکی از علل اصلی کاهش فرزندآوری در ایران مشکلات اقتصادی تورم و گرانی است و این مشکلات با وام هفتاد میلیونی حل نخواهد شد